شبکه‌ای برای من و تو در آن طرف آب تأسیس می شود. در این شبکه شما به شام دعوت می شوید تا سرگرم شوید. در کنارش اما برای ضمیر ناخودآگاه شما غذای دیگری هم تدارک دیده شده. به نظر من ازدواج چیزی قدیمی شده است. واقعا بچه دار شدن خودخواهیه. خود من شخصا اینقدر از طرف تیام اذیت شدم. به من میگفت که برو تو اتاق. شب پسرم به من گفت اگر به من همون موقع بچم به میگفت من تیامو اینجا تحویل پلیس میدم. برنامه ای را با هزینه زیاد برگزار میکنن تا استعدادها شکوفا شود. اما قیمت هنرمند شدن در این استیج بالاست. نمیتونم بیام مستقیم بگم که چه مسائلی بود. کاری که اینا کردن روی استیج به ما تجاوز بروز کردن. در لابلای تغییر سبک ایرانی اسلامی مردم با ظاهر سرگرمی اخباری مخابره می شود که باطن این شبکه را نمایان می کند. اول از برنامه های همچین سرگرم کننده و تماشایی و فلان و اینا شروع کرد. بعد لابلا شو دیدیم ای بابا خیلی هم علاقمند به رضا شاه هستش. چگونه هستش که بدون اینکه 2010 آگهی داشته باشه هزینه های میلیونیش تامین میشه؟ از کجا میادش این هزینه ها؟ شبکه‌ای که در امریکا سرمایه گذاری شد، بودجه تلویزیون منوتو بودجه دولتیه، مال پنتاگونه. در انگلیس تأسیس و گسترش پیدا کرد. منوتو تیوی قرار از این ساختمون یعنی کپسول استودیو بره به یه ساختمون دیگه باز در لندن و برای رژیم صهیونیستی خوشخدمتی کرد. نبرد در برابر تروریسم بین‌المللی کماندوهای اسرائیلی را به سرسخت‌ترین جنگاوران دنیا بدل کرده. این را روزنامه اسرائیلی هارتس در اکتبر 2014 نوشت و خروجی این تلویزیون لندنی را رضایتمند و موفقیت آمیز توصیف و از مدیرانش قدردانی کرد. قدردانی از نوع اخباری که برای پوشش جنایات صهیونیست ها در غزه انجام شد. جنگ اسرائیل و غزه به ما چه؟ Stole the words that we can as Iranians to cooperate with the Israeli citizens and Israeli channel. I'm not allowed to go to Iran right now because I'm fully supported by the UK, so I'm in the blacklist of the Iranian government. صحبت‌های افشا شده این افراد نشون میده که از پشت دوربین این شبکه نگاه متفاوتی به من و توه. در واقع ما باید همونی بشیم که مثلث امریکا، انگلیس و اسرائیل میلیون‌ها پوند برای من و تو هزینه کردن.